بنابراین چون این فرزندان انسان‌هایی دارای جسم خون هستند، او نیز جسم خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد. در نام عیسی خداوند جلسه پرستشی امروز رو آغاز خواهیم کرد. آمین.
عیسی. چون ترسان شوم جانم خم شود، باز در تو زفر خواهم یا آنگه سرایم، باز هم سرایم پیروزی هست در نام تو عیسی. آنگه سرایم، باز هم سرایم پیروزی هست در نام تو عیسی. شکر پرستیمه، تو قهرمان زندگی ما هستی. Oh.
خداوند مرا هم بفرست بهر حساب پیش از غروب آفتاب، روز خورشید زندگی سویت پرواز کنم، رویت ببینم، صدایت را میشنوم، مرا خواهی که بروم، فرمان برم مرا بفرست ای خداوند، خداوندگار را شنیدم که می گفت که را بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک 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 ای خداوند مرا بفرست. فرمود برو و به این قوم بگو، همچنان بشنوید اما نفهمید، همچنان ببینید اما درک نکنید. بکی خداوند مرا هم بفرست تا آوارگان را هدایت کنم، آب حیات به تشنگان بساند، در تاریکی ها نیز درخشان باشد، صدایت را شکر و جلال نام قدوس عیسی مسیح. شکر بر نام قدوس عیسی مسیح. سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت شما عزیزانی که امروز تصمیم گرفتید در خانه خداوند، در خانه امنیت، در خانه امید حاضر باشید، ساکن باشید و وقتتون رو در پرستش خداوند و وقتتون رو با خداوند زنده عیسی مسیح بگذرونید. شکر واسهتون که امروز انتخاب کردید در این خانه باشید. شکر. تو این روزها وقتی که به تلویزیون نگاه میکنیم، وقتی نگاه میکنیم اخبار رو میبینیم، همش جنگه، همش ناامیدیه، همش بیماریه، خبرهای بد پشت خبرهای بد و ناامیدی پشت ناامیدی. یه جوری شده که گرونی، فقر، تورم، همه چیز رو که کنار هم میذاری میبینی ای وای داریم به کجا میریم. اما تنها جایی که توش امید یافت میشه این خانه است، خانه پدر ما، خانه خداوند ما عیسی مسیح، کلیسای خداوند، جایی که صحبت از محبته، جایی که صحبت از همدلیه، جایی که صحبت از اینه که قلب هامون رو به هم گره بزنیم برای هر کسی که مشکلی داره، هر کسی که در مریضیه، هر کسی در ظلم و جفاست، هر کسی که در زندانه، هر کسی که به هر شکل اسیر شده و استراب داره و نگرانی داره، بهش بگیم نگرانی هات رو زیر پای عیسی مسیح بذار، زیر صلیب او بذار، او زنده است، او تو رو نجات میده. ما این ایمان رو داریم و این امید رو داریم، به خاطر همینه که هر هفته در کنار هم جمع میشیم در خانه پدرمون و او رو جلال میدیم و او رو شکرگزاری میکنیم و سپاس میگیم نام قدوس او رو، چون او امید زنده ماست، چون او ما رو حیات داده، چون او ما رو بلند کرده. پس از بدیهای بیرون از این خونه نمی هراسیم و ترسی نداریم، چون ولی ما زنده است، خداوند ما زنده است، عیسی مسیح زنده است و ما رو رهبری میکنه و او پا
پادشاه ماست. او ما رو به سلامت از هر طوفانی عبور خواهد داد. اگر امروز در نگرانی هستی، در سختی هستی، در تنگی هستی، پیشنهاد میکنم در قلبت رو به روی عیسی مسیح باز کنی و بهش اعتماد کنی و او رو به قلبت، به خونت دعوت کنی تا او با تو هم سفره بشه و امید خودش رو، حیات خودش رو، نجات خودش رو، نور خودش رو در زندگی تو روشن کنه و با تو بتونه قدم بزنه، بتونه با تو صحبت کنه، بتونه با تو باشه. اگر تو این اجازه رو ندی، عیسی مسیح نمیتونه کمک کنه، چون عیسی مسیح پادشاهه و پادشاه یک شخصیت والا داره و بی اجازه، بدون اجازه تو اون کار رو انجام نمیده. نیاز داره که تو اجازه بدی که خداوند به قلب تو، به خانه تو وارد بشه. به خداوند اجازه بده تا امروز کمکت کنه. به این پادشاه، به این شاه جلال، به خدای زنده اجازه بده تا تو رو ملاقات کنه. همون جوری که من رو ملاقات کرد، همون جوری که تک تک ما رو ملاقات کرد. شکر شما اجازه دادید خداوند در قلبتون وارد بشه و با شما هم سفره بشه. آمین. شکرگزار تک تکتون هستیم. میپرستیم خداوند زنده رو، خدای امید، خدای عشق، خدای نجات رو. هللویا. با شکرگزاری، با شکرگزاری. هللویا.
کلیسای فیلادلفیا ایلان درخواست میکنیم که این بند رو با گروه زمر همراهی کنم. من نام پادشاهمون رو اعلام کنیم تا جلالش رو بر ما آشکار کنه. و وقتی جلالش آشکار میشه هر زانوی نزدش خم شود و هر زبانی اعلان کند که او خداوند است. پس اعلام میکنیم. جان ما این خدا محبت ما فقط از آسمان توه.
هر روز با تو راه روم، صدایت را بشنوم، مژده خوش نجاتت را همه جا رسانم. خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت را بشنوم، مژده خوش نجاتت را همه جا رسانم. سلطان قلبم تو مرا مسیحم، خواهم سویت شتابان دوم، با تو راه روم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بیام تو، خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا، خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم، صدایت بشنوم، صدایت بشنوم. آمین آمین آمین. خداوندم می پرستمت، می پرستمت خدای قدوس. شکر شکر به من خداوند. گارا لبانم را بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کنم. جسم ناتوان اما روح مشتاق است. هللویا ای جان من، خداوند را ستایش کن. در پیش خم جاده های زندگی، نور یک عشق پدیدار گشت، افشاگر یک محبت بی پایان، نوری که امید را به ارمغان می آورد، نوری که محبت نام دارد، محبتی که ازلی و ابدی است، محبتی که بی قید و شرط است، محبتی که همه را در بر می گیرد. نور عیسی به سوی ما آمد، آگاه از زمان بی پایان، نثار شناخت محبت الهی بر راه های ناشناخته زندگی، صدای مهربانی از دل عشق مطلق به گوش رازهای پنهان ما میرسد. در لحظه های آشفتگی نوای محبت چرا ندا می دهد؟ من راه راست حیات هستم، هر که از من پیروی کند در نور زندگی پایدار خواهد بود. آنگاه که دلهای پوشیده از ترس و نگرانی می تپد، محبت فریاد می زند،
آن که به من ایمان آورد، آن که به من ایمان آورد کارهای من را خواهد کرد و در وجود او نهرهای آب زنده به جریان خواهد افتاد. صدای عظیم محبت پیشیده بر دیواره دلهای تنهایی، دلتنگی و ناامیدی چنین میفکند. هر که تشنه محبت است بیاید و بنوشد، ایمان آورد، حیات جاودانه خواهد داشت. خداوند محبت است و هر که در محبت ساکن باشد در خدا ساکن است و خدا در او. محبتی که می شود تاریکی را به نور تبدیل کند، کینه را به عشق و نفرت را به دوستی. محبت نوری در تاریکی که امید را به ارمغان می آورد. چه زیباست عشق خالق را در خود شعله ور کردن و زیبایی محبت را در دلهای من سراییدن. شناخت محبت آزادی است، رهایی از گناه، اسارت و پوچی، نزول صلح و آرامش در دلها، باران حکمت، پیروزی، امید و شادی. اوج محبت عاشقانه بی قید و شرط اینجاست. آنچه به نام من از من بخواهید انجام خواهم داد، آنچه به نام من از من بخواهید انجام خواهم داد. عیسی مسیح، محبت بی قید شرط خداوند، تنها راه نجات، تنها راه راستی حیات، حقیقت مطلق زندگی است. آمین. ترکم خداوند، چون تو پدر من هستی، هم در نام قدوس اسمت تو پادشاه هستی، تنها تویی پروردگار.
سرایم تنها تو را می ستایم، حیاتی نو در تو دارم، بهرت می سرایم تنها تو را می ستایم. با حمله سردار نور تاریکی از این دل گریخت، در ظلمتم در عمق شب خون پسر ریخت، آنگاه به فرمان پدر هر چیز کهنه در گذشت، میخانه گشت زیر و زبر، آنگاه دل و روحی دگر. آله یه آتش روحت در جان به پا کردی، نامت ستایم ای پدر، شعله یه آتش روحت در جان به پا کردی، نامت ستایم ای پدر، شعله یه آتش روحت در جان به پا کردی، نامت ستایم ای پدر.
شکر و جلال نام خداوند عیسی مسیح. شکر و جلال در نام خداوند ما عیسی مسیح. شکر و جلال بر نام تو ای قدوس عیسی مسیح. ای خداوند زنده، قوت هر چیز را دارم در نام قدوس تو عیسی مسیح، که تو ای روح قدوس خداوند مرا قوت میبخشی. ای خداوند زنده، تو رو شکر میکنم ای خداوندا که با فیضت امروز اجازه دادی که من گناهکار خداوندا به حضور تو بیام ای خداوندا، و بتونم ای خداوندا به خون تو عیسی مسیح، به خاطر اون کار عظیم تو بر روی صلیب خداوندا، اینجا بیستم و به حضور تو بیام ای خداوندا، و بتونم به حضور تو ای خداوندا دعا کنم. تو رو شکر میکنم ای خداوندا، تنها فیض توست، تنها فیض توست ای خداوندا که این اجازه رو به ما میده که به حضور تو بیام ای خداوند زنده. تو رو شکر میکنم ای خداوند، شکرت میکنم ای خداوند. مزامیر 35، خداوندا بستیز با آنان که با من میستیزند و بجنگ با آنان که با من میجنگند. سپر کوچک و بزرگ خیش برگیر، برخیز و به یاریم بیا. نیزه را به درا و راه بر تعقیب کنندگانم ببند. به جان من بگو نجات تو منم. به جان من بگو نجات تو منم. به جان من بگو نجات تو منم. خداوند زنده عیسی مسیح، تو رو شکر میکنم ای خداوندا، تو نجات مایه خداوندا، تو نجات مایه خداوندا. ایمان داریم ای خداوندا که تو تنها نجات مایه خداوند. تو رو شکر میکنم و جلال میدم نام قدوس تو رو عیسی مسیح، شاه شاهان، شاه پرجلال. ای خداوندا در کلام تو، تو ای خداوندا با زبان خودت گفتی هر وقت که شما در کنار هم جمع بشید و دلهاتون رو به هم گره بزنید، کافیه چند نفر باشیم و دلهامون رو به هم گره بزنیم. عیسی تو گفتی من هم اونجا هستم، من هم در کنار شما هستم. پس با این ایمان خداوندا من دلم رو با خواهر برادرام گره میزنم ای خداوندا، و در ایمان با تو، در اتحاد ایمان میستم ای خداوندا، و به حضور تو میارم وعده های تو رو ای خداوندا، وعده هایی که در کلامت دادی. مزامیر 35 رو ای خداوندا، ای خداوندا به جان ما بگو که نجات ما تو هستی ای خداوندا. این رو در قلب ما، در گوش ما ای خداوندا زمزمه کن که نجات ما توی عیسی مسیح. ای خداوند میخوام دعا کنم ای خداوند، و مزامیر 35 رو اعلام کنم بر زندگی عزیزانی که در اسارت هستن، امروز در زندان هستن در ایران. ای خداوند زنده، زیر ظلم و خشونت حکومت اسلامی هستن ای خداوند، چه در ایران، چه در افغانستان، چه هر جایی که تاریکی اسلام حکومت میکنه خداوند، و هر کسی که صدای آزادی رو بلند میکنه، هر کسی که نام تو رو برمیافرازه، هر کسی که جلال میده نام قدوس تو رو ای خداوند، حکومت شیطان میخواد اونا رو خاموش کنه تا مردم صدای تو رو نشنون، تا مردم حقیقت تو رو نبینن، نفهمن خداوندا و آگاه نشن خداوندا. ای خداوندا نجات جان ما تو هستی خداوندا، اعلام میکنم بر هر جانی که بر زندانه، در زندان اسیره، اعلام میکنم نجات تو خدای تو عیسی مسیح، نجات تو خدای زنده است، همون کسی که در رو برای پتروس باز کرد، درهای زندان رو باز کرد و او به سلامت در ناباوری، اونجایی که خودش باورش نمیشد، راه آزاد بود، باورش نمیشد که راه باز شده براش. در نام قدوس عیسی مسیح اعلام میکنم نجات تو خدای زنده است.
نجات تو، کسی که برای تو، برای من، برای ما بر روی صلیب رفت و جان خودش رو داد تا حیات جاودان رو به من و تو بده. آزادی تو رو در خداوند اعلام میکنم. مزامیر 35 رو اعلام میکنم برای تو که در اسارتی، در زندانی، امید خداوند، خدای زنده رو در سختی هات اعلام میکنم. هر کسی که در مریضی هستی، در اسارت مریضی هستی، اعلام کن برای خودت، نجات من عیسی مسیح، نجات من خدای زنده است، نجات من امید زنده است، نور حیاته. هر کسی که در اسارت اخلاقی هستی، اعلام کن نجات من از جانب پدر منه، نجات من عیسی مسیحه، او من رو آزاد میکنه، او من رو از خشونت آزاد میکنه، او من رو از نبخشیدن درونم آزاد میکنه، او من رو آزاد میکنه از غرورم، او من رو آزاد میکنه از تمامی گناهانی که خواسته و ناخواسته انجام دادم. کافیه در حضور تو ای خداوند زانو بزنیم و اعلام کنیم ببخش ما رو ای پدر، ببخش ما رو و ما رو آزاد کن ای خداوند و ما رو نجات بده ای خداوند زنده. شکر میکنیم و جلال میدیم نام قدوس تو رو عیسی مسیح ای خداوند زنده، ما رو حفاظت کن ای خداوند، فرزندانت رو حفاظت کن، فرزندانی که دارن برای تو ای خداوند با تمامی دل و جانشون ای خداوند، با تمامی خطراتش ای خداوند نام تو رو جلال میدن ای خداوند، حفاظت کن و آزاد کن ای خداوند. ای خداوند من با وعده های تو اینجا ایستادم، من با کلام تو ای خداوند اینجا ایستادم ای خداوند، کلام تو تا به ابد پا برجاست ای خداوند، من از بین میرم ای خداوند، این دنیا از بین میره اما کلام تو تا ابدالآباد پا برجاست ای خداوند. ای خداوند زنده، همه چیز از آن توست، تو پادشاهی، تو لایقی ای خداوند، تو سزاواری ای خداوند، ای امید زنده ما، همینجوری که ما قلبمون رو گره کردیم ای خداوند برای آزادی فرزندانمون از زندان، برای عزیزانمون که در بیماری هستن ای خداوند طلب شفاعت میکنیم ای خداوند زنده، هر جانی که دستش رو به سمت تو دراز میکنه ای خداوند، ای خداوند ما شفیع جستو نداریم، ما امیدی جستو نداریم، ما پادشاهی جستو نداریم ای خداوند، به حضور تو میاییم چون تو پادشاهی ای خداوند، چون تو سرور ما ای خداوند، غلامان به حضور سرورشون میرن ای خداوند و طلب برکت میکنن، طلب رحمت میکنن ای خداوند، به حضور تو اومدیم عیسی مسیح با دلمون، با جانمون ای خداوند، با همین ایمان کودکانه‌ای که داریم ای خداوندا، همین ایمان کوچک ما را ای خداوندا به عنوان قربانی خداوندا بپذیر در حضورت ای خداوندا، با تمام خطاهامون ما رو بپذیر عیسی مسیح، با فیض خودت ای خداوندا ما رو بپذیر ای خداوندا و ما بر ما ترحم کن خداوندا، بر ما ترحم کن خداوندا، نگاه کنه خداوند بر دعاهای ما، بر قلبهای ما خداوند نگاه کنه خداوند، برای هر جانی که خداوند امروز در تو خداوند طلبید، در تو دعا کرده خداوند، با ایمانی که داره عیسی مسیح که تو نجاتش میدی و تو نجات دهندشی و تو امید زندش هستی، امید تو رو، نور تو رو بر زندگی هامون اعلام میکنم در نام قدوس تو، آرامش تو بیاد، امید تو بیاد، شادی تو بیاد، حضور تو ای خداوند، حضور تو ای خداوند میطلبیم ای خداوند زنده، آرامش تو رو میطلبیم ای خداوند زنده، ای قدوس تو عظیمی، تو عظیمی، میپرستیم ده خداوند، میپرستیم و جلال میدیم نام تو رو ای خداوند، جلال تنها از آن توست، برای جلال تو می سراییم، برای جلال تو می نوازیم، برای جلال تو ای خداوند می ایستیم، همه چیز از آن توست ای خداوند.
در ساز افایم تو بودی با من هم هم نکردی تو مراتم قبل از بانگ خروس سه بار کردم رو پنهان خود را غریب ساختم گشتم خجل در نهان اما ای استاد من تو بودی حامی من در هر تو همه از
پدر من، پادشاه کل جهان پدر من، تزار همه جهان او پدر همه پادشاه بابای همه پدر 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 تزار برای ما تو ما را نگه میداری و در جنگ را بیروزی کنی پادشاه 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 بابای همه تزار برای ما تو ما را نگه می‌داری و در جنگ ها پیروزی کنی ما را نگه می‌دارد او ما را دوستی دارد او پدر همه نگه می دارد او ما را دوست می دارد او پدر همه است پدر من پادشاه کل جهان پدر من تزار همه جهان او پدر همه است پدر 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 تزار برای ما تو ما را نگه می‌داری و در جنگ ها پیروز می‌کنی پادشاه پادشاه بابای همه تزار برای ما تو ما را نگه می‌داری و در جنگ ها پیروز می‌کنی
بود و هست و می آید، بود پر از جلالت آسمان و زمین. سزاوار 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 ای بره خدا، که خون خود را فدا کردی از همه قوم‌های جهان مردم را خریدی. قدوس 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 خداوند خدای قادر مطلق، که بود و هست و می آید، بود جلالت آسمان و زمین. سزاوار 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 ای بره خدا، که بود و هست و می آید، بود جلالت آسمان هست و زمین. سزاوار که بود و هست و می آید، بود پر از جلالت آسمان و زمین. سزاوار 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 ای بره خدا، که خون خود را فدا کردی از همه قوم‌های جهان مردم را خریدی. سزاوار برکت، سزاوار حرمت، سزاوار جلال، سزاوار قدرت، سزاوار پرستش، سزاوار ستایش، ای بره خداوند، تو بود و نبودم هستی، تو دار و ندارم هستی، توی عیسی. ای بره خداوند، ای منجی من، تو بود و نبودم هستی، تو دار و ندارم هستی، سزاوار حمد و ثنا، سزاوار همه چیز هستی خداوند. قدوس 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 خداوند خدای قادر مطلق، که بود و هست و می آید،
جلالت آسمان و زمین. سزاوار 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 بنده خدا که خون خود فدا کردی از همه قوم‌های جهان مردم را خریدی. شکر و جلال بر نام قدوس عیسی مسیح. آمین. شکر و جلال بر نام قدوس عیسی خداوند. آمین. شکر و جلال بر نام عیسی زنده. آمین. آمین. می‌خوایم با عشق و با باور و با تمام جانمون امروز در جسم، در جان و در روح اعتراف کنیم، اعتراف کنیم که عیسی با ماست و هر وقت خدای زنده عیسی مسیح با او باشه، او پیروزه در هر شرایطی، در هر آب و هوایی، در هر کشوری، در هر وضعیتی. پس به نام عیسی مسیح همه میخواییم با هم اعلام کنیم، در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که میدانم همه چیز برای خیریت من در کار است، چون فرزند او هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که هر اسلحه‌ای که به ضد من ساخته شود پیش نخواهد بود، چون عدالت من از جانب پدر است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام می کنم که به زخمهای عیسی شفا یافته هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام می کنم حتی اگر هزار دشمن از سمت راست و 10,000 دشمن از سمت چپ مرا تعقیب کند، پیروزی از آن من خواهد شد. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام می‌کنم چون او آرامی من است، استرابی ندارم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام می‌کنم خوانده شدم تا سر باشم، نه دو، بلند باشم، نه پست، قرض دهنده باشم، نه قرض گیرنده. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم هیچ محکومیتی بر من نیست، چون روح حیات مسیح مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد کرده است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت ببخشد، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح قدوس او قادرم. آمین. 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 جلال و نام عیسی مسیح. خدا برکت بده گروه پرستشی زمر، خدا برکتتون بده. شکر براتون، شکر براتون در نام قدوس عیسی مسیح. شکر و جلال بر نام قدوس خدای زنده ما عیسی مسیح.
شکر و جلال بر نام قدوس خدای زندگی ما عیسی مسیح. شکر میکنیم خدایی رو که بود، هست و تا ابدالآباد خواهد بود. شکر میکنیم خدایی رو که میبینه، میشنوه و عمل میکنه. در نام پرجلال عیسی مسیح، امروز پیغام یک دعوته. پیغام امروزمون یک دعوته. وقتی دنیا و تاریخ رو مطالعه میکنیم، خیلی چیزها رو بهش پی میبریم و خیلی چیزها برامون آشکار میشه. برای مثال، مثالی میارم. در سده 800 یک دختر و یک پسر جوان بود که این دختر و پسر تصمیم میگیرن با بالون به ارتفاع 3-4-5 هزار فوتی برن. هدفشونم تشخیص وضعیت هوا در اون نقطه بود، برای اینکه برای اولین بار در کره زمین هواشناسی رو اینا بتونن یه مقطعی براش بذارن، یک نقطه‌ای براش بذارن تا بتونن احیاناً تشخیص بدن از کی و از کجا قرار بادها بیاد، ابرها بیاد، بارون بیاد، برف بیاد، برای کشاورزی و غیر و غیره زمینه رو بتونن فراهم بکنن. به نقطه‌ای میرسن که بالونشون یخ میزنه. هرچی بالاتر میرفتن اکسیژن کمتر بود، هوا کمتر بود، نمیتونستن بیدار خودشون رو نگه دارن، یخ داشتن میزدن، خیلی سردشون بود. ولی به هر شکلی بود، وقتی تاریخ مطالعه کنیم میبینید به هر شکلی بود اینا میرسن به بالاترین نقطه، بر میگردن و بارها و بارها میرن و میتونن یه مبدعی رو در تاریخ هواشناسی ایجاد کنن. بهای بزرگی دادن چون داشتن میمردن. آیا این مبدع امروز به درد ما میخوره؟ نمیگم 100%، ولی صبح که خونه میخواییم بیاییم بیرون، موبایلامون رو نگاه میکنیم ببینیم هوا قراره چند درجه باشه، حدوداً لباس مناسب میپوشیم، میتونیم سفرهامون رو حدوداً پیش بینی کنیم. یک کوچولو کمک میتونه بکنه برای آسایش و آرامش ما. قربانی که اونا دادن. دعوت من امروز چیه؟ از خودم شروع میشم. کتاب جامعه میگه همه جا رفتم و همه چیز رو تجربه کردم. رفتم سیاست رو تجربه کردم، دیدم آخرش هیچه. خوشی رو تجربه کردم، دیدم آخرش هیچه. علم و فرهنگ و خرافات و احضار ارواح رو تجربه کردم، دیدم آخرش هیچه. به دنبال جاده خودم رفتم و هر وقت خدا رو احتیاج داشتم فقط میرفتم سری میزدم مثل بقالی، ازش یه چیزی میگرفتم و دوباره به کار خودم میرفتم، ولی دیدم آخرش هیچه. علم رو انتخاب کردم، علم رو انتخاب کردم، گفتم حکمت و علم به همه چیز برتره. به دنبال علم و حکمت رفتم و در انتها دیدم علم و حکمت من شده بلای جونم و خودش داره منو میکشه و دیدم آخرش
هیچه. اینا رو سلیمان داره میگه از کتاب جامعه. از جوانی امروز یک دعوته، پیام امروز فقط یک دعوته از کلام و از زندگی من مشترک. خیلی جوان بودم، 4 سالم بود فقط، اولین بار که خدا رو صدا زدم، چون خیلی دل شکسته بودم، صدایی نشنیدم، جوابی نشنیدم. به زندگی خودم ادامه دادم، یاد گرفتم بیشتر داد بزنم و فریاد بزنم و عشق بریزم و او رو صدا بکنم، چون میدونستم جواب نمیده و من تخلیه میشدم، خودم رو اینجوری تخلیه میکردم. بعد از یه مدت دیدم فایده ای نداره، هر چقدرم خودم رو تخلیه میکنم باز این چرخه ادامه داره. رفتم به دنبال، من سن 10 یا 11 سالم بود، موتور 1000 با 1000 کلک موافقت خانوادم گرفتم خریدم، نه به شکل حرفه‌ای ولی به هر صورت موتور میروندم، توی پیستا میرفتم، مسابقه میدادم، از همون سنهای کوچولویی یاماها 125 هم یادم داشتم در کنارش، با اون بیشتر تو پیست پرش و اینا، خیلی معمولی جز چیزای بچه های آماتور. رانندگی رو گفتم رانندگی با هیجان تره، با توجه به اینکه همه میگفتن اشتباهه، رانندگی رو پیشه کردم، گفتم بعد راننده خوبی بشم. آخرش به نقطه رسید، با موتور رفتم زیر تریلی، 6 ماه توی کما بودم در سن فکر کنم 1 سال قبل از اینکه منو دیپورتم کنم به سوئد از ایران، چون دیدن نمیتونن حریف من بشن. بعد رفتم زیر تریلی و 6 ماه توی کما بودم و یه دفعه بیدار شدم و دیدم دست و پا و همه چی تو گچه و هیچی نشکسته میگم و همه چی خوبه و کاری به این کارا ندارم. به هر صورت بلند شدم، دردی زیادی نفهمیدم، دیدم همه اینا هم هیچی. به سوئد اومدم، دیپورت شدم، فرستادنم، مهم نیست. در سوئد تصمیم گرفتم توی مسابقات رالی اتومبیل رانی شرکت کنم. یه چند دوره توی رالی اتومبیل رانی تو استان کالمار شرکت کردم تو جاده خاکی، و طبیعتاً فکر کردم همین جوری هم با ماشین معمولی تو شهرم میشه روند و با 280 کیلومتر تو جاده 30 وسط کالمار دنبالم کردن، گرفتنم. 1000 تا مشکلات برام پیش اومد. چرا دارم یه سری شهادت ها هم در این حال میدم؟ مشکلات قانونی طبیعتاً، گواهی نامه مو گرفتن. بعد از یه مدت دیدم همه این هیجانات، همه این کیکا، تمام این ماشینایی که تویوتایی که من خریده بودم درستش کردم، 500 اسب بخار و 14-15 تا هم شتر و قاطر و اینا توش داشت، باش میدیدم همش پوچه. So what؟ 320 کیلومتر هم باش سرعت رفتیم با آزی با یه ماشین دیگه توی جاده آلمان. So what؟ هیجانش 2 ثانیه بود، استرس و استرابش و ترسش از اتفاقایی که میتونه بیفته، بد سراغ آدم میاد، هفته ها بدنم میلرزید. که چی؟ اینو کتاب جامعه همه چیز رو تجربه کردم. من حتی مسیر رو هم تجربه کردم شخصا. روزی 4 لیتر، نه هفته ای. بازم دیدم پوچه، هیچ کمکی نمیکنه، هیچی تغییر نمیکنه. همیشه از بچگی به یه چیزی باور داشتم، برای موفقیت و برای شادی باید به اوج آرامش درونی رسید. یک کیک، تا حالا کیک شده در نقطه قرار بگیرین که کیک بگیرین، در جایی که اون کیکر رو میگیرین ارضا میشه،
قلبتون، دلتون احساس میکنین حالا ممکنه یک کار خوب انجام بدین، ممکنه پس از یک دویدن باشه، ممکنه کمک به یه فقیر باشه یا هر چیزی، قلبتون، دلتون، جانتون شیرین میشه. اون کیکی که باعث میشه امید توتون زنده بشه، منظور من اون کیکه که بخواین ادامه بدین زندگی رو. چون همه چیزهایی که توی جامعه برای سلیمان اتفاق افتاد و تعریف کرد، توی زندگیم به انواع و اقسام داشتم و همه چی رو توی زندگی تجربه کردم و دیدم آخرش به پوچی و بیابان و مرگ ختم میشه بدون اینکه هیچ موفقیتی توش باشه. در جایی که در اوج موفقیتم هستی بازم میبینی نه، هر موفقیتی یه سربالایی دیگه به تاپ میرسه و هر تاپ یه روزی سقوط میکنه. همیشه همینه. همه جوانن، همه با تراوتن، یواش یواش بزرگ میشن. آشر پسر خدا، خادم خدا، تا چند وقت پیش فقط توی شکم مامانش بود، بعد بیرون اومد کوچولو، الان جلال بخ خداوند راه نیز میره. چند وقت دیگه به سن بابا مامانش میرسه، به زودی بعد به سن ماها میرسه و همیشه یه تاپی وجود داره و بعد پایین میره. زیبایی و تراوت همتون، هممون در یک نقطه به تاپ میرسه و بعد میگن از یه سنی به بعد شروع به سقوط میکنه. مهم نیست چند تا عمل بکنین، عمل زیبایی، این سقوط هیچ جوری متوقف نمیشه در نهایت. تا اینکه من خدا رو پیدا کردم، چون تمام این چیزا که من تجربه کردم آخرش به ناامیدی ختم میشد، پس هیچ راهی وجود نداره. و بعد یه چیز دیگرم قبل از اینکه به خدا برسم، یه چیز دیگرم پیدا کردم، همه میمیرن. از همه چی بدتر اینجا بود، همه میمیرن. خیلی وحشتناک بود، همه میمیرن، همه میرن، هیچ جوری نمیشه همه رو نگه داشت، هیچ جوری نمیشه کسی رو نگه داشت. به دنیا میایم با تمام کارهای خوب و بدمون، اشتباه و درست زندگی میکنیم، به هم عادت میکنیم، به هم وصل میشیم، بعد یکی میره تنها میشیم و با یاد و خاطره گذشتمون ادامه میدیم، ولی درد تنهایی در ما ساکن میمونه و هیچ کی شاید نتونه بفهمه حتی این درد رو. و من بعد از مدتی پی بردم به این که این درد ترسه، این درده در اصل یک ترسه، ترس از پیر شدن، ترس از فلج شدن، ترس از مریض شدن، ترس از مردن، ترس از خراب شدن، ترس از فلت، ترس از همه چی، یک روح ترسه. بعد به خدا ایمان آوردم چون خدا من رو انتخاب کرد. دعوت من امروز برای یک عده خاصه، دعوت من امروز برای یه عده خیلی خاصه. در شروع بعد از اینکه ایمان آوردم، عیسی مسیح از عبرانیان باب 2 از آیه 14 براتون میخونم. یکی از آیه‌هایی که در ابتدا به من یاد داد و تا بتونم درکش کنم این بود: پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در
این هر دو شریک شد، منظور عیسی مسیح بود، به وساطت موت. صاحب قدرت، پادشاه این زمان، پادشاه موقت این جهان، یعنی ابلیس، تا او را تباه سازد و آنانی را که از ترس موت تمام عمر خود گرفتار بندگی می بودند آزاد گرداند. عیسی مسیح اولین پیغامی که میده اینه: من اومدم و میدونم پایه تمام شکستایی رو که توی زندگی تجربه کردی و سلیمان برای تو توی جامعه نوشته، خواه در زندگیش کردی، خواه به جای اینکه در تجربهش واقع بشی از تجربه سلیمان استفاده میکنی تا در اون شرایط بد قرار نگیری. نمیدونم تونستم مفهوم هدف کلام رو در این قسمت برسونم. خدا به ما تعلیم میده تا بتونیم طوری رفتار کنیم که در آزمایش هایی که سلیمان درش واقع شد در کتاب جامعه ما واقع نشیم. احتیاج نباشه همه رو تست کنیم و بعد نتیجه سلیمان رو پیدا کنیم. من متاسفم برای خودم و خوشحالم از طرفی، همونطور که پاولوس میگه از طرفی لعنتی بود از طرفی برکت شد، که همه اینا رو تجربه کردم. ولی پیشنهاد من برای همه اینه: نکنین. چون هفته یک بار از تو یک جهنم به جهنم دیگه رفتن و در اومدن زندگی خوبی نبود و نیست و هیچ وقت برای هیچکی دعا نمی کنم و پیشنهاد نمی کنم. پس به تعلیم خدا در کتاب مقدس توجه کنین. و خدا اومد گفت: رامین، من میدونم چه ترسی، چه تجربه‌ای باعث شده بود که تو این همه زندگیت به این شکل به تباهی بره. ترس از مرگ و تنهایی و مریض شدنه و پیر شدنه، این ترسه تو رو به زنجیر کشید. من اومدم با قوت خودم، با اختیار آزاد رفتم روی صلیب تا به قدرت مرگ غلبه کنم و مرگ و ترسش رو از تو بیرون بکشم تا دیگه نترسی. وقتی این قدرت ترس، روح ترس، چون ترس یک روحه و از ابلیس و شیطانه، این روح از زندگی تو بیرون میاد، تازه مزه آزادی رو تو میتونی بچشی. تازه در اون نقطه میتونیم آزادی رو مزه کنیم. دعوت من از عده مخصوصیه، بدون اینکه اسمی بدونم یا اسمی برای کسی بیارم. دعوت من برای عده مخصوصیه، چون خود خدا دعوت میکنه و خود خدا نشون میده دعوت شدگان کیا هستن. دعوت اینه: همه چی رو امتحان کردی، یه راه بیشتر وجود نداره. من ملکوت خودم رو آماده کردم برای اینکه دستت بتونه بهش برسه. همون طوری که در آسمان روی زمین، تا بتونیم حتی به نقطه‌ای برسیم که بدنهای فناناپذیر به دست بیاریم، چون خود عیسی مسیح. احیانا روبوده شیم و بتونیم با او در آسمان زندگی کنیم و با او تا
دوباره بازگشت کنیم و در زمین نیز سلطنت کنیم در هزاره مسیح. دعوت خداوند اینه. برای هواشناسی اون دوتا جوونی که در انتهای سده 800 برای تشخیص علم پیدا کردن علم تغییر آب و هوا و جو، برای اینکه امروز حتی به ما برای لباس پوشتن کمک میکنه، جانشون رو قربانی کردن، گفتن مردیم و حاضر شدن به جاهای ناشناخته برن برای به دست آوردن فقط یک کوچولو علم. و بعدش هم خوابیدن. نامشون زنده است ولی خودشون خوابیدن. امروز خدا دعوتش اینه، من میخوام تو رو به جاهای ناشناخته در ملکوت خودم دعوت کنم. انتهاش مرگ نیست، انتهاش حیات ابدیه. انتهاش زجر نیست، انتهاش درد نیست، انتهاش شادیه بی انتها و بدون درد و بدون دغدغه و بدون نگرانی. انتهاش شناخت حقیقت و زندگی کردن در حقیقت مطلقه. دعوت من از تو یک قربانی نیاز داره. دعوت من از تو یک قربانی نیاز داره. من به کشورم ایران توی این روزهای اخیر خیلی تفکر کردم. صحنه‌هایی از شیراز دیدم، صحنه‌هایی از اصفهان دیدم، صحنه‌هایی از تهران دیدم. بالواقع کل اروپا یه دهات بیش نیست در قبال ایران. فقط اگر بخوایم یکی از این شهرها رو در نظر بگیریم، سوئد که واقعا روستای کوچیک در یکی از کناره‌های استان‌های اصفهان یا شیراز میتونه باشه یا تهران، از هر نظر بخوایم نگاه کنیم. ولی نگاه کردم با این حجم زیبایی ظاهری و برکت‌های آسمانی که در کشور ما وجود داره، چیزی که با سرعت در بین ملت ما داره میمیره معرفت و رفاقت. سرعت مرگ معرفت و رفاقت در ایران به نستان تقریبا حد اکثر سرعت خودش رسیده. سرعت بی‌محبتی داره به انتها میرسه. زیبایی ظاهری بله، سرعت بی‌محبتی و بی‌معرفتی. نگاه به این کردم، چیکار میشه کرد؟ از بچگی به دنبال هیجان بودم، از بچگی به دنبال این بودم کارایی بکنم در موقعی که هیچکی نمیتونه بکنه. یکی از آرزوهام هم گفته بودم تو شهادت‌های قبلی خودم، دوست داشتم همیشه رئیس جمهور آمریکا باشم، بالاترین قدرت کره زمین. حتی بچه‌ها هزاران آرزو دارن، یکی دوست داره دکتر بشه، من دوست داشتم همه رو داشته باشم با هم و رئیس همشون باشم. بعد که بزرگتر شدم و دیدم چقدر مسئولیت سختیه کسی که بخواد در رأس یک کشور یا یه سری کشورها باشه، در جهان باشه. آدم زندگی نداره دیگه، اصلا چه مسئولیتیه، چه بدبختیه و هیچ اجر خاصی هم نداره. واقعا به واقع هیچ اجری نداره. ولی چون از بچگی به دنبال این چیزا بودم، وقتی ایمان به مسیح آوردم در همان ابتدا به خدا گفتم تا خادم و رسول تو نشم نروم. دلیلم هم یک چیز بود و هست و خواهد بود، چون میخوام با تو رفاقت کنم و رفاقت رو از تو یاد بگیرم. نمیخوام درسشو در کتاب مقدس بخونم، آیه هاشو حفظ کنم،
میخوام درسشو مستقیم به من بدی و اون درس بشه گوشت و پوست و خون و قوتی تازه در استخوان‌های مرده سابق من و من انسان و بدن تازه و نوعی بشم. امروز وقتی به وطن نگاه میکنم میبینم دقیقاً استخوان‌های مرده‌ای هستن که به ظاهر زندن و خیلی در زیبایی‌های مختلف مشارکت میکنن، ولی هنوز جای امید هست با تمام ضعفا. در اوج سختی میبینیم یه آهنگ که میذارن تمام قوم ما فوری شروع میکنن به رقصیدن. در او عمق وجودشون اون شادیه هنوز نمرده و نتونسته شیطان اون رو بکشه، چون اون یک ریشه دی ان ای از خدا در درون قوم ماست. پس امید وجود داره. من نگاه کردم به خدا، گفتم حال که این امید هست و برای من بود، برای همه بود، امروز دعوت خدا از ما اینه. دو حالت وجود داره برای ما. قبل از اینکه دعوت رو کامل بگم، این رو خدمتتون بگم. ما از ابتدا تعلیممون این بود، من و آزی همسرم، به دنبال آدم نرید و ما رو خدا نسازید. به دنبال ما به عنوان شبانان خودتون همیشه حرکت کنید، چون پدر یاد داده باید دنبال شبان رفت، ولی ما رو خدا نکنید و ما نیز شما رو خدا نمی کنیم. خدا جایگاه خودشو داره و همیشه یاد دادیم به شباهت خدا زندگی کنید و از کلام خدا پیروی کنید. به دنبال افسانه ها و به دنبال قواعد و قوانینی که دنیا میگذاره براتون نباشید و نروید، هرگز نروید. این دعوت دو حالت داره. وقتی رفتن به آسمان با بالون، یک دختر و پسر جوان میتونین بعداً تحقیق کنین، برای اینکه تشخیص بدن فصل‌ها رو از طریق آب و هوا تا بتونن به مردم کمک کنن. وقتی که میخوای یه ماشین رو تعمیر کنی یا به کامپیوتر وصل میکنی تا ببینی ایراداش چیه، یا به موتورش گوش میکنی، یا میبینی مثلا آب و روغن قاطی کرده، به هر صورت یک سری چیزها داری، آیتما داری تا بتونی اون ماشین رو نگاه کنی و بتونی تشخیص بدی مشکلش چیه برای درست کردنش. یک دکتر برای اینکه بیمار خودش رو بتونه کمک بکنه و او رو از مشکلات رها کنه، باید ازش سوال کنه تا یه سری نقاطی رو که درد داره، جاهایی که مشکل داره رو تعریف بکنه، تا اون دکتر بتونه از یک نقطه‌ای برای ورود به درد و بیماری اون شخص وارد بشه تا بتونن کمک کنن و اون بیماری رفع شه. یک وکیل از موکل خودش سوال میکنه مشکلات تو چیه، و تا وقتی که موکل همه حقیقت رو و داستان رو نگه، اون وکیل نمیتونه بهش کمک کنه تا بگه از کدوم نقطه باید بری جلو تا بتونی به پیروزی کامل و اون چیزی که دلت میخواد در آرزوت دستیابی بهش پیدا کنی. دو حالت داره در این دورانی که هستیم. هواشناسی برمیگرده به فصل‌ها و خدا فصل‌ها رو درست کرده برای اینکه ما تشخیص بدیم در کدوم فصل‌ها هستیم. در دوران زمستان هستیم
و خبر خوش و وعده خدا اینه وقتی که شاگرداش در دوره زمستان بودن مریضی و درد و مشکلات بیداد میکرد تا جایی که حتی پتروس و شاگردان رفتن به دنبال ماهیگیری فکر و جان و دلشون با خدا بود ولی فشار و ترس زیاد بود ولی عیسی مسیح بهشون گفت چی؟ در اورشلیم بمانید و دعا کنید تا کمک کننده را به سمت شما بفرستم دعوت خدا امروز از کسایی که خودش میدونه کیان دعوت خدا اینه از عیسی مسیح میپرسن تو کجا بودی؟ در لوقا 2:49 عیسی مسیح میگه مگر نمیدانستید در امور کارهای پدر خودم باید باشم و در خانه پدر هستم بر چی به دنبال من میگشتین؟ چی به ما یاد میده؟ کجا هستی؟ امروز برای خانه پدر خودت و امور پدر خودت چه میخواهی بذاری و قربانی تو چیه مانند کسایی که برای هواشناسی رفتن قبل از اتمام اینستاگرام رو نگاه میکنی یوتیوب رو نگاه میکنی انقدر درد و زیاده همه تقاضای دعا دارن یه سریام فقط لینک‌های دعا خدا برکتشون بده برای مردم قشرهای مختلف فقط در حال دعا هستن ولی هیچ کدوم اینا تمومی نداره چون این مسئله در زمان‌های آخر قراره بدتر و بدتر و بدتر بشه یعنی هم مریضا بیشتر میشن هم باید دعا کننده ها بیشتر بشن ما دعوت خدا اینجاست ما میخواییم به یه نقطه بالاتر بریم بالای مرگ و ترس مرگ تو از اون بالا بتونیم تمام اونایی رو که در مریضی در جریان تند آب ترس دریای ترس طوفان ترس هول و نگرانی ترس مرگ دلتنگی از مردگان دلتنگی از تمام رفتگان همه اونا رو بتونیم دستاشون رو بکشیم بیرون از این جریان بالا بیاریم روی صخره امن بذاریم برای این کار یک قدرت احتیاج داریم بریم خودمون این بالا یه قدرت برتر میخواد احتیاج داریم روی آب بتونیم بایستیم اون کار خدا میگه مقدور الان که به اون نقطه برسیم پیغام خدا اینه آیا آماده هستی به اون نقطه برسی بدون اینکه بلند هیچ کس آمین بگه خواهش میکنم درونت خدا بشنوه چون من نمیدونم کیا آیا آماده هستی واقعا دریافت بکنی ولی قربانیش رو بدی ببخشید اشعیا 54:17 اشعیا 54:17 اشعیا 54:17 من از همسرم هم تقاضا میکنم لطفا این کارو بکنه 54:17 هر کی باور داره 54 کرونا 17 اوره به حساب کلیسا بابت یه قربانی کوچولو واریز کنه نه 500 کرون نه 100 کرون نه 58 کرون نه 56 کرون 57:14 هر کس باور داره ولی قبل از که واریز کنه آیه رو بخونه اول گفتم 17
بذار یه بار دیگه نگاه کنم برای اینکه به تردید من انداختین. 54:17 54:17 اوره، نه بیشتر. یه قربانی بسیار کوچولو. آیه اشعیا 54:17 چی میگه؟ مرسی. هر اسلحه‌ای که به ضد تو ساخته شود پیش نخواهد برد. میخواییم به اون قدرت برسیم؟ میخواییم در اون نقطه زندگی کنیم؟ من تو اون مسیرم، من اون جاده رو میخوام، من اون نقطه رو میخوام، چون امروز دارم میبینم وطن من داره بلعیده میشه. تا انتهای آپریل حد اکثر صبر کنید، خواهید دید خیلی چیزها رو با چشمان خودتون، خواهید دید خیلی اتفاقها رو، خواهید شنید خیلی اتفاقها رو. 2-3 ماه دیگه بیشتر نمونده، میبینید. ما کدوم ور قضیه هستیم تا 2-3 ماه آینده؟ پیشنهاد من 54:17 اشعیا 54:17. پیشنهاد من اینه که تو این مدت به اون نقطه برسیم، در اون نقطه واقع بشیم که هیچ اسلحه دیگه بر ضد ما قادر نباشه کاری بکنه، قادر نباشه کاری بکنه. هفته پیش دولت سوئد 3 روز پشت سر هم اومدن توی اخبار اعلان کردن که سوئد داره آماده میشه برای جنگ. کشور سوئد داره آماده میشه برای جنگ. از روز دوشنبه هیچ کنسروی تقریبا تو مغازه‌ها دیگه پیدا نمیشه. همه مردم ریختن وحشیانه دارن کنسرو و چیزای موندنی رو میخرن و انبار میکنن. یه عده هم میگن چرا این حرفا رو زدین؟ حقیقت داره نداره؟ من بلد نیستم. من نه تو سپاه، تو سیای چی بهش چی میگه؟ سپاه سوئد کار کردن، سپاه نیست. نه تو من بلد نیستم، ولی حتما یه چیزهایی دولت شنیده که جرأت میکنه بیاد عمومی همچین چیزی رو به خبرنگاری ها بگه. فرق نمیکنه، دعای ما اینه که جنگ از سوئد عبور کنه و بر سوئد ننشینه در نام عیسی مسیح. جنگ بر هیچ جا ننشینه بیشتر از اون چیزی که هست در نام عیسی مسیح. دعای ما اینه، ولی حقیقت اینه که خیلی اتفاقا قراره بیفته. این حقیقته. دعای ما این نیست که بشه، ولی حقیقت که خدا در متی 24 آشکار کرده اینه که خیلی اتفاقا میفته. آیا این کشور هم جزش هست یا نه؟ نمیدونم، نمیخوامم دنبالش برم بفهمم. چیزی که برای شما امروز پیغام خدا داره اینه، اگر قایقت رو، لنگرش رو و سکانش رو به دست عیسی مسیح ندی، توی طوفان غرق میشه در گردابهای زمانه. میشه، میشه. مهم نیست 1000 بار اسم عیسی مسیح رو ببری. من میخوام یه توضیح بدم. یک دوکومنتر بود، سالهای پیش دیدم در ارتباط با یک کشیش کاتولیک که ایمان راسخ به خداوند عیسی مسیح داشت. یه جایی انقدر در فشار قرار گرفت، ارواح انقدر بهش فشار آوردن که ترس مرگ واردش شد. مشکل ایمانی نداشت، تا ترس واردش شد. به این دلیل خودشو در یک اتاق حبس کرده بود در کلیسا. این واقعیت و دوکومنتر، فیلم نیست، دوکومنتره. و پر از صلیب کرده بود دور تا تمام اتاق، و از تو اتاق بیرون نمی اومد. غذا رو از زیر دربش می دادن. یه روز یکی از عزیزاش در حال مردن توی حیاط بود، از پنجره می بینه
چون هنوز اون عرق شبانی رو داشت و عرق عشق و دعا کردن رو داشت، با عجله میدوه به حیات، دستشو بذاره روی اون دعا کنه. بزرگترین صلیب کلیسا از روی سقف شیطان پرتش کرد، او رو همونجا کشت. این واقعیت ها. هر چقدر ایمانت قوی باشه، اگه ترس مرگ واردت چه میکشدت. مهم نیست چقدر ایمانت قویه، مهم نیست فکر میکنی با ایمانت میتونی کوها رو جابجا کنی. ترس مرگ وقتی واردت میکنه شیطان، همه چی خراب میشه، همه چی میریزه. امروز در نقطه قرار داریم که پیغام خدا برای هممون اینه، زمانش رسیده به نقطه‌ای برسیم که ترس رو بتونیم از زندگیمون بیرون کنیم. ترس رو از زندگیمون بیرون کنیم. ترس رو از زندگیمون بیرون کنیم. ترس رو. ترس یک روحه و ترس از شیطان میاد و ترس روح خود شیطانه. اگر این روح رو بیرونش نتونیم بکنیم، و من قراره به اون غلبه کنم برای همه و کردم و بیرونش خواهم کرد از این کلیسا نیست، در نام عیسی مسیح با ایستادگی، اگر تو کمک نکنی نمیشه. میخوام براتون بگم یه آیه هست، یه آدم نمیاد، شاید شماها یادتون بیاد. موسی لب آب بود، داشت دعا میکرد. کسی یادش میاد؟ موسی لب آب داشت دعا میکرد، فرعون پشت سرش بود. یادتون نمیاد؟ یه جایی بود موسی دستش رو با عصا بلند کرده بود، لب دریا وایساده بود برای اینکه آبها باز بشه، قومم پشت بود. بعد چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه یک روز تمام دعا کرد؟ دستای او بعدش اتفاقی افتاد. دو نفر وجود داشتن که بیان دستای او رو بلند نگه دارن، نه دعا کنن، چون قوت در موسی بود، دستاشو بلند نگه دارن، کمکش کنن بتونه بایسته و ادامه بده. این چیزیه که من احتیاج دارم. فشار هست، بمب فشار است روی من، روی همسرم، روی تو به شکل‌های مختلف، روی همه ما بمب فشار است. چرا نباید باشه؟ من برعکس نگاه میکنم، میگم چرا نباید باشه. این فشار آیا نشانه تولد و درد زایمانه، یا این فشار یک کانسر در وجودت و باید عمل شو در بیاد؟ کانسر نیست، فشار روحانی درد زایمانه. به زودی بچه قرار متولد بشه، به زودی اون پسر قرار متولد بشه. این باور من در مسیح عیسی خداوند برای کلیسای فیلادلفیا، من این باور رو دارم، من این باور رو دارم، من ایمانش رو دارم، من میدونم این اتفاق میفته. آیا منظور من اینه که در کره زمین فقط ماییم؟ نه، اون با خداست و تمام اونایی که انتخاب میکنه، ولی ما نیز هستیم. این مهمه. پس اونجاست که ما احتیاج داریم تا بتونیم با هم دیگه کمک کنیم و این قایق رو به مقصد برسونیم، به قوت روح القدس و با هدایت مسیح، نه من نه خودت، با قوت روح القدس و به هدایت مسیح. همونطوری که قایق شاگردان رو از وسط طوفان وقتی آبها رو آروم کرد، لنگر اون رو گرفت و به ساحل رسوند. توی این کار، این کمکی که قرار شما داشته باشین و بتونین انجام بدین اینه، چون گفتم دو قسمت داره این تعلیم خداوند. سعی میکنم زیاد بیشتر از این تا 5 دقیقه دیگه حد اکثر ببخشید طول کشید.
یه قسمت اینه که فقط بگیم ایمانامونو داریم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر جلال بر نام عیسی مسیح میریم بهشت و تموم شد، رفع الله هرچی هم شد شد و ما میریم بهشت و دیگه حالا دیگه زیاد سخت نگیریم، بریم دوتا آهنگ بخونیم و دوتا هللویا بگیم و بریم خونه، حالا نه به این شکل، حالا یه جور دیگه، هر کی بالاخره یا این راه رو داریم که بعد آخرش چی میشه. عیسی مسیح خیلی ها رو میگه ببخشید من شما رو نمیشناسم، در بسته است. این یه واقعیته، این یه واقعیته. رهبر کل مسیحیان جهان، چه ما خوشمون بیا چه باور داشته باشیم چه نداشته باشیم، آقای پاپ فرانسیس ازدواج گی‌ها رو برکت داد رسماً، به همین آسونیه، به همین آسونیه. وقتی ترس میفته تو، وقتی شیطان همین ترسی رو که امشب من صحبت میکردم میندازه تو، ایمانت رو داری ولی کار تمومه، ولی کار تمومه. و تنها راهی که ما بتونیم پیروز بشیم اینه که در یک دل با هم در مسیح بتونیم قوتمند بایستیم و دعا کنیم. من نمیدونم، من دعام اینه که امسال خواست خدا، امسال خواست خدا، سال دیگه دعام اینه که ما اون قدرتی رو که نیاز داریم که به ترس به طور کامل غلبه کنیم به دست بیاریم، تا نه فقط با ایمان کلام خدا رو منتشر کنیم بلکه در عمل نیز بتونیم بریم واقعا مریض ها رو شفا داده، مرده ها رو زنده کرده، کران رو شنوا کرده، کوران رو بینا و لالان رو گویا کنیم. این مسیریه که دو قدمی ماست، این مسیر دو قدمی ماست و این مسیر احتیاج به دو نفر داره، یا 3 نفر یا 20 نفر یا 30 نفر یا 200 نفر یا 300 نفر که با هم بمونند و اجازه بدن با پروتکل خدا کار عظیم خدا در این کلیسا جاری بشه و انجام بشه، رسیدن و دسترسی به ملکوت. آیا با ایمان ساده که نجات تو داری قانع هستی؟ آمین. جلال بر نام عیسی مسیح. ایمان یک هدیه بود و نجات یه هدیه است از آسمان. برای نگه داشتنش در این ساعتهای آخر باید تلاش نیز کرد، باید تلاش نیز کرد. وقتی ازدواج میکنی برای اینکه همسرتو، زنتو یا شوهرتو نگه داری باید یه سری قربانی بدی که بتونی حفظش کنی، نگهش داری، نمیتونی مثل یه مجرد زندگی کنی دیگه، باید یه سری قربانی بدی. وقتی ازدواج میکنی با خدا و ایمان میاری نیز باید یه سری قربانی بدی تا بتونی ایمانت رو نیز و رابطت رو با خدا، چون تو عروس خدا و او داماده، بتونی رابطه رو نگه داری. و نگهداری این رابطه به تنهایی مقدور نیست، بدنی احتیاج داره و بدن کلیساست و افراد مختلف اعضای مختلف یک بدن هستن. نمیشه تنهایی با منیت و منم نمیشه، ما میشه، با من نمیشه، ما میتونیم، من نمیتونیم. و هدف عیسی اینه که ما بشیم و ایران ما در مسیح ما بشه و ایران آزاد شه. من اعلام میکنم در نام عیسی مسیح ایران آزاد خواهد شد، در نام قدوس عیسی مسیح اعلام میکنم و نبوت میکنم به نام عیسی مسیح ذره بیشتر نمونده از این که کشور ما آزاد بشه از تمام این بدی ها، از تمام این بدبختی ها، از تمام این تنگی ها، این نفرت ها، این تنهایی ها، این ترس ها. دعا میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح که تمام اونایی که در هر شکل در تنهایی و سختی و مریضی به سر میبرن شفا و شالوم خدا رو بگی دریافت کنن. برای خواهرمون مهری که در بیمارستان بوده و عمل داشته میخوایم دعا کنیم. برای ملیکا
میخوایم دعا بکنیم که خداوند کمکش بکنه، خداوند جادش رو خودش انتخاب بکنه. در نام عیسی مسیح برای خواهری به نام آتوسا که مشکل استخوان داره میخوایم دعا بکنیم. در نام قدوس عیسی مسیح برای مادر افشار که عمل توموری داره، توموری داشته و عمل شده و به زودی قراره بره و عمل بکنه، میخوایم دعا بکنیم که ترس از او بیرون بره در نام عیسی مسیح. برای پسری در ایران میخوایم دعا بکنیم به نام احسان که مشکلای روحانیش حل بشه و برکت رو از آسمان بگیره تا برکت‌های زمینی رو نیز دریافت کنه. در نام عیسی مسیح برای خواهری به نام فوزیه، برای خاله پسر عزیز ما وارتانه که توی ایرانه خونریزی ریه داره و دکترها امیدی ندارن، برای اینا میخوایم دعا کنیم. ولی برای همه این دعاها احتیاج به اقتدار و قدرت داریم. باور دارین دعاهاتون کار میکنه؟ حاضریم یک دل بشیم در این دعا؟ برای همسر خودم آزی دعا میکنم، برای مادر خودم دعا میکنم، برای داداشهای خودم دعا میکنم، برای مادر تو دعا میکنم، برای تک تک کسایی که باور به دعا در نام عیسی مسیح دارن، برای اونا دعا میکنم و دعا میکنیم به نام پرجلال عیسی مسیح. برای خودم دعا میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح. دعا رو میخوایم برای خودمون بکنیم، برای هممون بکنیم به نام پرجلال عیسی مسیح. امروز میخوایم دعا بکنیم روح قدوس خدا بیاد بریزه و جانهای هممون رو تغییر بده. امروز من میخوام دعا کنم برای کلیسا و تمام اعضا و جز به جز اعضای بدن کلیسا. امروز من میخوام هممون دعا بکنیم برای اینکه این بدن بتونه دستش برسه به ملکوت خداوند. امروز میخوایم دعا بکنیم برای اینکه امید و حیات در ما شروع بکنه به پر شدن و ترس از مریضی، از مرگ، از منفی، از مشکلات، از تمام اینا همش بیرون شه از ما. ترس از مرگ به هر شکلی از جسم و جان و روح ما بیرون بشه به نام عیسی مسیح. روح ترس رو بیرون بکنیم. امروز میخوایم دعا بکنیم برای اینکه اعلام بکنیم ترس بر زندگی ما دیگه قدرت نداری ای شیطان، ای ابلیس. الله، هر اسمی که داری، با هر اسمی که ای ابلیس روی زمین سلطنت کردی، اهورامزدا، میترا، فرقی نمیکنه، بودا، به هر اسمی که روی این کره زمین سلطنت کردی برای اینکه بشریت رو نابود کنی، بیرون شد در نام عیسی مسیح از بدن کلیسای فیلادلفیای ایلام به نام پرجلال عیسی مسیح، به نام پرجلال عیسی مسیح، به نام پرجلال عیسی مسیح. ترس از ورشکسته شدن، وقتی جایی که احساس میکنی داری ورشکسته میشی و اون ترس باعث میشه به خیلی چیزا دست میزنی، خیلی کارا میکنی. ترس از اخراج شدن از سوئد به هر دلیلی باعث میشه کارهایی رو بکنی، چیزهایی رو بگی و دست به کارهایی بزنی که بعدن خیلی بیشتر قراره جریمه بابتش بدی، بها بابتش بدی. اون ترسا رو میخوام از زندگیمون بیرون بکنیم به نام عیسی مسیح. چون ترس باعث میشه جاده ها رو تشخیص ندیم و جاده غلط بریم. اون ترسه که باعث میشه باور کنیم دروغ دنیا رو. ترس رو بیرون میکنیم به نام پرجلال عیسی مسیح. ای پدر، در نام عیسی مسیح امروز دعاهایی رو که مردم از ما خواستم به حضور تو بیاریم و دعای خودم رو، دعای کلیسا رو، ترس رو بیرون میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح. ای پدر، تو میدونی قلب من رو. مرگ هیچ قدرتی بر من، جانم، جسمم، روحم نداره، چون نمیترسم دیگه از مرگ.
از بچگی تو به من یاد دادی از مرگ نترسم و مرگ بر من قدرت نداره و من نمیترسم. به همین دلیل چون نمیترسم به صلیب تو اعلام میکنم ای ابلیس خاموش شو بر کلیسای فیلادلفیای ایلام، بسته شه دهنت بر کلیسای فیلادلفیای ایلام، بیرون شو از تمام اعضای بدن کلیسای فیلادلفیای ایلام، آزاد کن به نام پر جلال عیسی مسیح، در نام عیسی مسیح. ای پدر به نام عیسی مسیح در این لحظه میخوام برای نوید دعا بکنم، برای لیلی دعا بکنم. ترس باعث شد جاده خاکی برن و ای خداوند ترس رو از زندگیشون بیرون شده اعلام میکنم، برکت رو به زندگیشون اعلام میکنم. من برکت رو به زندگی هر دوشون اعلام میکنم، بلکه هر چهارتاشون در نام پرجلال عیسی مسیح. من شالوم و صفا، شالوم و آرامش تو رو اعلام میکنم توی زندگیشون به نام پرجلال عیسی مسیح. ای پدر به نام عیسی مسیح ترس گم شدن که باعث شد بچه های تو گم بشن، با هر اسمی تمام بچه های تو که فراری شدن به خاطر ترس های مختلف، روح ترس ای ابلیس بیرون شو از کلیت بدن فیلادلفیای ایلام و هر آن کسی که میشنوه و باور داره و میدونه قدرت داریم بر روح ترس، بر ابلیس و شیطان، بیرون شو در نام عیسی مسیح، در نام پرجلال عیسی مسیح، بیرون شو به نام قوتمند عیسی مسیح. آزاد شو ایلام، آزاد شو فیلادلفیا، آزاد شو به نام پرجلال عیسی مسیح، چون مسیح عیسی شاه شاهان، خدای خدایان و تنها خالق یگانه، کسی که به واسطه او زمین و آسمان ها به دست او و برای او ساخته شده و او جان خودش رو روی صلیب برای نجات همه ما که عاشقانه دوستمون داره داد، خون او استخوان‌های مرده ایران رو قرار دوباره حیاتی تازه بده، پوست او قرار تمام ایران و ایرانی ها رو دوباره با تراوت و خوش تراوت بکنه، امید او قرار رقص و نوازش رو و عشق رو دوباره در دل و جان و تمام جسم قوم ما به تحرک در بیاره مانند داوود. ما قراره با تابوت تو با رقص و شادی مانند سیستن باز کنیم، مرزها رو به ایران برگردیم به نام عیسی مسیح و این خبر خوش شادی و آزادی روح القدس رو در تمام فضا و اکسیژن ایران، به جای مرگ آزادی، به جای ترس اعتماد و آسایش رو اعلام بکنیم به نام پرجلال عیسی مسیح. اعلام میکنم شفا رو، اعلام میکنم آزادی رو، اعلام میکنم شفا رو، اعلام میکنم آزادی رو. اعلام کن از ناراحتی و مریضی نمیترسم، بلکه اعلام میکنم برش پیروزم، چون از مرگ نمیترسم. من اعلام میکنم هیچ چیز و هیچ کس منو در هیچ دادگاه و محکمه نمیتونه محکوم کنه، چون دیگه ترسی ندارم از چیزی، چون نمیترسم آزاد خواهم بود. اعلام کن من دیگه نمیترسم، بلکه باور دارم کلام تو رو. ایرانی ها پشت در کلیسا در ایران همه ایستادن و گفتن عیسی در رو وا کن، ما قراره باز شده ببینیم تمام ایران رو، قلب هاشون رو، برای ورود شاه شاهان عیسی مسیح. باور کن و در این جنگ که ما با هم لباس رزم رو پوشیدیم، چون جنگ ما با پوست و گوش نیست، جنگ ما جنگ های روحانیه، جنگ ما با ابلیسه، با روح ترسه، با روح شیطانه، با اللهه که ابلیس همان اللهه، با نام الله اومده، با تمام این ادیان کذبه. در نام عیسی مسیح دموکراسی به اسم ها و اشخاص مختلفی میاد وارد دنیا شده، به نام عیسی مسیح این روح ترس، روح دپریخون، روح ندانمکاری، روح تمام اشتباهات و بدبختی های بشریت از کلیسای فیلادلفیا ایلام بیرون شو به نام پرجلال عیسی مسیح، بیرون شو به نام پرجلال عیسی مسیح، چون قراره به عصای تو ما بکوبیم و آبهای حیات جاری بشه، به
عصای تو قرار اعلام کنیم تمام مارزدگان قرار در ایران آزاد بشن از افعی به نام پرجلال عیسی مسیح. به نام پرجلال عیسی مسیح با این عصا قرار حیات رو دوباره بازگردونیم در نام مسیح. ما ایمان داریم عصای ایمان ما قرار شکوفش در ایران میوه بده به نام عیسی مسیح. و همون دلیلی که عصای هارون شکوفه داشت و داره همچنان با شکوفه است، با اینکه چوب خشکی بریده شده از دید دنیاست، ما قرار داریم ایمان ما قرار شکوفش میوه بده به نام پرجلال عیسی مسیح. پیغام امروز برای همه اونایی که خدا قلبشون رو لمس میکنه اینه: انتخاب کن من رو در این روزهای سخت، انتخاب کن من رو. خدا بهت میگه من رو در این روزهای سخت انتخاب کن و از گناهان خودت توبه کن، از اشتباهات خودت توبه کن، چوب رو از چشم خودت در بیار و برادر و خواهر خودت رو بلند کن، دعا کن، کمک کن، همدیگر رو بنا کنین، همدیگر رو بسازین و این قدرت رو و این عصا رو بلند کنید تا وارد ملکوت من بشین. در نام پرجلال عیسی مسیح با هم اعلام میکنیم، در نام عیسی مسیح، در نام عیسی مسیح. باز دوباره میخوایم آیه های قوتمون رو اعلام کنیم، این دفعه با باوری تازه به نام پرجلال عیسی مسیح، با باوری تازه در نام عیسی مسیح. به زودی روز پنتیکاسته و در اعمال رسولان باب 2 اینجوری میگه: و چون روز پنتیکاست رسید به یک دل در یک جا بودن، به یک دل در یک جا بودن که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آن نشسته بودند پر ساخت و زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش بدیشان ظاهر گشته بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه به روح القدس پرگشته و به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ ببخشد به سخن گفتن شروع کردند. پارتیان و مادیان و ایلامیان اولین کسایی بودند که دریافت کردند. به نام پرجلال عیسی مسیح دعوت خداوند اینه: پنتیکاست چیزی نمونده. آیا حاضرید تا پنتیکاست هر هفته با تمام دل و جانمون قربانی بگذاریم؟ آیا حاضرید تا پنتیکاست هر هفته با تمام وجودمون قربانی خودمون رو بگذاریم؟ آیا حاضرید تا پنتیکاست با تمام جان و دل و وجود خودمون قربانی زنده خودمون رو، برکت زنده خودمون رو به سوی آسمان بلند کنیم و با دعا بایستیم و بیرون کنیم ارواح پلید رو و ترس رو و دریافت کنیم امسال به نام عیسی مسیح؟ پس به نام پرجلال عیسی مسیح با ایمان و باور هممون اعتراف میکنیم و اعلام میکنیم، اعتراف میکنیم و اعلام میکنیم در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که میدانم همه چیز برای خیریت من در کار است، چون فرزند او هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که هر اسلحه‌ای که به ضد من ساخته شود پیش نخواهد برد، چون عدالت من از جانب پدر است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که به زخم‌های عیسی شفا یافته هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم حتی اگر هزار دشمن از سمت راست و 10,000 دشمن از سمت چپ مرا تعقیب کنند، پیروزی از آن من خواهد شد. آمین. در نام مسیح خداوند
اعلام میکنم چون او آرامی من است استرابی ندارم. آمین. 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 در نام مسیح خداوند اعلام میکنم خوانده شدم تا سر باشم، نه دو بلند باشم، نه پس قرض دهنده باشم، نه قرض گیرنده. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم هیچ محکومیتی بر من نیست، چون روح حیات مسیح مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد کرده است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام می کنم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت ببخشد، نه به قوت نه به قدرت بلکه به روح قدوس او قادرم. آمین. 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 در نام عیسی مسیح، در نام Nina.
بشکنی بوسه سخت من، ای خدا Yeah.
یاد برم من بر شکر و جلال به نام قدوس عیسی مسیح. خداوندم عیسی پدر، عیسی خداوندم، در نام قدوس تو به سوی پدر آسمانی امروز میخواییم دعا کنیم. ای پدر به نام عیسی مسیح دعا میکنیم امسال بدن یگان فرزندت که برای نجات و تبدیل و تغییر تک تک ماها با اختیار آزاد تو یگان فرزند تو دادی و او با اختیار آزاد روی صلیب جان خودش رو داد تا ما نجات رو پیدا کنیم. بدن او شد نانی که قادر باشه ما رو تبدیل بکنه. امسال ای پدر در هفته دوم از این بدن میخوریم و اعلام میکنیم مشک تازه رو به ما بده. آمین. مشک تازه رو به ما بده. مشک تازه رو به ما بده. مشک تازه رو به ما بده پدر. در نام عیسی مسیح میخوریم از بدن عیسی مسیح که قادره بدن ما رو جایگزین کنه با بدن فنا ناپذیر که شراب تازه قراره در اون جاری بشه. در نام عیسی مسیح پاک بشیم از مریضی ها و بزرگترین مریضی ها ترس از هر نوع و شکلشه. به نام عیسی مسیح هر آنچه که از ابلیس در این بدن از ما دور بشه پاک بشیم. شالوم خدا برمون جاری شه. میخوریم از بدنی که قادر برای ما این کارو بکنه، بدن عیسی مسیح. نینوشیم از خون عیسی مسیح که بدن تازه ما رو، استخوان‌های خشکش رو، در نام قدوس خودش گوشتی تازه، رگی تازه، با این خون پوستی تازه، مشک تازه، حیات تازه، بدن این فنا ناپذیر که بتونیم غیر ممکنها رو برای جلال خدا نه باعث مرگ ما بشه و مرگ همه، بلکه این برکت برای جلال پدر و برای شفا و شالوم دنیا استفاده بشه. برای همین
خون فروتنی رو می نوشیم تا فروتن بشیم و یاد بگیریم فروتنی خداوند رو، تا مشک ما هرگز پاره نشه با قوتی که قراره درش بیاد به نام عیسی مسیح. خون فروتنی، خون حیات ابدی، خون جسم تازه در نام عیسی مسیح، در نام قدوس عیسی مسیح. سش آزادم با روح او شادم، مرا پر می سازد با قوتش، با لمسش آرامم چون سرود می خوانم، مرا پر می سازد با حضورش، با لمسش آزادم با روح او شدم، مرا پر می سازد با قوتش، با لمسش آرامم چون سرود می خوانم، مرا پر می سازد با حضورش، بارهایم را او بر فریاد آزادی سرایم
شکر واسه گروه زمر، شکر 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 واسه شما عزیزان که اینجا هستی در کنار ما. و زمان زمان شادیه، زمان تولد هاست، اما امروز میخوایم جشن بگیریم هدیه خداوند رو که تازه به خانواده کلیسای فیلادلفیای ایلام داده شده. پسری به نام آرن، آرن عزیز ما، دعوت میکنیم از خانوادهشون به حضور محراب خداوند بیان. شکر میکنیم واسه این خانواده زیبا، شکر شکر برای نوید عزیز، شیمای عزیز، آریل عزیزمون، شکر میکنیم برای این خانواده چهار نفره زیبا، بابا رامین عزیز. شکر و جلال به نام عیسی مسیح. شکر میکنیم خدای پر از عشق و برکت خودمون رو. چقدر زیباست، چقدر زیبا، چقدر زیبا. در اوج ناامیدی و سختی در زندگی در سوئد، خدا دلهاتون رو شاد کرد، اول با هدیه پربرکتش که خدا بهتون داد با آریل، و بلندتون کرد در نام عیسی مسیح. و امروز به نام پرجلال خدا یک دختر و یک پسر به نام آرن به شما داده. امروز ما خواهیم شکرگزاری کنیم، هرچند یه ذره دیر شده. آرن فکر کنم چشماش داره میره دیگه، داره چرت میزنه، حوصله‌اش سر رفته و خوابش میاد، ولی در نام عیسی مسیح ما میخواییم امروز دعای حفاظت بکنیم و برکت. آیا باور دارین قدرت خداوند قادر زندگیتون رو همیشه حفاظت کنه؟ آیا باور میکنین خدا تمام اشتباهاتتون رو بخشیده؟ مهم نیست چی، بخشیده شده هستید. باور دارید خداوند میخواد از آرن استفاده کنه و خدا میتونه استفاده کنه ازش؟ خدای زنده رو، من آرن رو قرض میگیرم در نام قدوس عیسی مسیح، در نام پرجلال عیسی مسیح. جونم میدونم این بری بابا، بوی بابا رو حس میکنه، بوی بابا رو حس کرد، آروم شد. شکر شکر در نام عیسی مسیح. آرن جونم امروز با روح شکر گذاری برای اینکه بچه‌مون آرن اذیت نشه، باید صدای موزیک رو یه ذره کمش کنیم، شاید یه ذره آروم ترشه، شاید. شکر میکنیم، همه به هم کمک میکنیم، همه به هم کمک میکنیم در نام عیسی. اب نداره کمک میکنیم، همه کمک میکنیم تا آرن آماده بشه. شکر 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 شکر. فکر کنم تقصیر شما هست اصلا گریه میکنن. شکر در نام عیسی مسیح. جونم به اون برم نشون بده برکت رو. شکر میکنیم و جلال میدیم نام خدا رو، و برای همه تون دعای برکت میکنم در نام عیسی مسیح. آره، اونایی که ندارن دریافت کنم به نام پرجلال عیسی مسیح، اونایی که دارن شکرگزار باشن برای داشته هاشون در نام عیسی مسیح. خداوند چیزی رو که به ما یاد داده میگه، بچه ها رو نزد من بیارید، تقدیم من کنین تا من زندگیشون رو تقدیس کنم، و در تقدیس من و حفاظت من بزرگ شن.
امروز ما میخوایم آرن رو به نزد عیسی مسیح ببریم و در نام پر جلال عیسی مسیح تقدیسش بکنیم، به نام عیسی مسیح مسش بکنیم به روغن عشق خداوند، در نام پر جلال عیسی مسیح مسش بکنیم به مس شجاعت، مسش بکنیم به مس قدرت در نام عیسی مسیح، مسش بکنیم به مس حیات ابدی به نام عیسی مسیح. به نام عیسی مسیح اعلام میکنم آرن، ترس بر زندگی تو، بر روح تو، بر جان تو، بر جسم تو دیگر هرگز تأثیر و قوت نخواهد داشت به نام پرجلال عیسی مسیح. چون نزدیکه یا حدود 5 ماه شده و 5 ماهگی عدد فیضه، فیض خدا با تو باشد و بماند به نام عیسی مسیح. برکت خداوند با تو باشد و بماند در نام عیسی مسیح. و امروز از همه اونایی که با هم دیگه اینجا گرد هم هستیم، دعای من و تقاضای من اینه همه با هم دستامونو به سمت آرن بلند کنیم و برکت رو اعلام کنیم. آریلم مرسی که تو همین کارو میکنی. هممون دستامونو بلند میکنیم به سمت آرن و اعلام میکنیم لطف و شجاعت و قوت و حیات ابدی مسیح عیسی خداوند و حفاظت کامل و لباس کامل رزم بر تو، با تو، در تو باشد و بماند تا بازگشت عیسی مسیح خداوندمون. در حفاظت مطلق مسیح باشی و بمانی. برکت خداوند از درون تو جاری بشه و از درون تو مانند رایحه خوش گل شارون بیرون بزنه و خانواده تو رو نیز در بر بگیره از بوی آرامش و عشق گل شارون درون تو. به نام عیسی مسیح تقدیس میکنیم و برکت میدیم زندگی تو رو و خوش آمد میگیم آمدن تو رو به این جهان، جهانی که خدا به ما هدیه داده. آمین. به نام عیسی مسیح برکت با تو باشد و بماند. آمین. خداوند صورت خودش رو به سمت تو برگردونه. خداوند بر تو بتابد و نور چهره خداوند چشمان تو رو همیشه روشن نگه داره. در نام عیسی مسیح برکت، حفاظت و تقدیس رو بر زندگی آرن، آریل و مادر پدرش اعلام میکنیم باشد و بماند. با شادی اعلام میکنیم آمین آمین آمین. اوکی دادش پتروس بود بعد نگو بچه میزن سیر یه گره بلشون بیجا اوکی برکت خدا با همه تون باشد و بماند با آمین با همه باشد آمین. تکمیل کرد.
شکر و جلال نام قدوس عیسی مسیح. شکر خداوند زنده به خاطر قلب‌های مشتاقی که به کلیسای فیلادلفیای ایلام داده. شکرگزاری می‌کنم برای این همه قلب‌های مشتاق در خداوند. زمان زمانی رسیده که هدایای خودمون رو، یک دهمون رو به حضور خداوند ببریم، قربانی‌هامون رو. و کلیسای فیلادلفیای ایلام قلبی مشتاق داره تا من آماده می‌شدم برای اینکه هدایا رو اعلام کنم. قلب‌های مشتاق در خداوند هدایا رو جمع‌آوری کردن، تقریبا آماده این برای دعا. جلال بر عیسی مسیح. همه مشتاق بودن که قربانی‌ها رو به حضور خداوند ببریم و شکرگزاری کنیم. آیا کسی هست که باز هم شکر واسه تون، شکر واسه قلب‌های مشتاق در خداوند، شکرگزاری می‌کنیم. از خواهرم نازنین تقاضا می‌کنم که ما رو برکت بدن. هللویا، شکر و جلال بر نام اعظم عیسی مسیح. خداوند شکرگزار تو هستیم پدر، شکرگزار تو هستیم الهیم ادونای خداوند ما یهوه یرا. هللویا پدر، تو که فراهم میکنی تمام نیازهای فرزندانت تو پدر، تو که آگاهی بر نیازهای فرزندانت و تمام نیازهای اونها رو تو برآورده میکنی پدر. شکرگزار تو هستیم پدر، شکرگزار تو هستیم پدر. به نام اعظم عیسی مسیح خداوند پدر، میخوایم پدر به حضور مبارک تو بریم پدر، کلیسامون رو پدر و برکت رو، شالوم رو پدر اعلام کنیم بر تک تک فرزندانت، بر فیلادلفیا خداوندم. به نام عیسی مسیح خداوندم میخوایم از حضور تو، حضور مبارک تو پر بشیم پدر. پدر میخوایم از نور تو، از جلال تو که ما را میپوشونه پدر سیراب بشیم خداوند. پدر همچون باران روح قدوس تو ببارون بر ما پدر، چون تشنه ایم پدر، تشنه ایم خداوندم. تو ما رو سیراب کن پدر از حضور خودت، از باران روحت پدر. یهوه الهیم ادونای پدر ما خداوندم، تو رو می ستاییمت، تو رو می پرستیمت پدر. شکرگزار تو هستیم پدر، یهوه یرا، هللویا، تو رو میپرستیمت ای خداوند. یهوه الشمای، تو که همیشه آماده ای، تو که همیشه آگاهی حاضری، تو که با حضور پر جلالت خداوندم تمامی کم و کاستی های ما رو برمیداری، تو که با آغوش پر از مهرت، پر از محبتت خداوندم سیراب میکنی. شکرگزار تو هستیم پدر. پدر به نام اعظم عیسی مسیح پدر میخواییم به حضور مبارک تو بیاری پدر، این کشوری که درش حضور داریم، به برکت حضور فرزندان تو خداوند، به برکت قدمهایی که فرزندان تو بر این کشور برمیدارن خداوندم، اقتصاد این کشور رو تو بلند کن، بنا کن، برکت بده خداوندم. خانواده ها رونق بگیرن از اینکه تو اقتصاد این کشور رو پدر بنا میکنی و رونق میبخشی خداوند. به نام پرجلال عیسی مسیح خداوند، از پوری خودت، فراوانی خودت خداوند تو این کشور را پر کن. به نام پرجلال عیسی مسیح باشه که پدر هر روزه، هر روزه با تو قدم برداریم، باشه که هر روزه در تو باشیم، در تو گام برداریم و با تو کامل باشیم خداوندم.
هللویا الهیم ادونای تو رو میپرستیم، یشوع مسیح نام تو رو بلند میکنیم به برکت حضور تو پدر. خداوندم تو کلیسات رو مبارک کن به برکت حضورت پدر، تو کلیسات رو پر کن پدر، باشه که از پری تو، از پری حضور تو خداوندم تک تک فرزندانت پر بشن در نام اعظم عیسی مسیح. آمین. دیوار ترسی ریخته بشه از کلیسای فیلادلفیای ایلام. میخوایم این کلیس، این سرود و قربانی به حضور خداوند بیاریم و با ایمان اعلامش کنیم به یک دل در نام اعظم عیسی مسیح. که من به تو رو میارم دیوار ترس از من بر می‌داری، آزادی را در قلبم می‌کاری. جز به محبت تو پادشاه، رها گشتم از اسارت و غم، نقش می‌بندد عشق تو در من. Oh.
به من فیض تو بیکرانه ای سایه خدا ای شاه آسمان با من باش و به من فیض تو بیکرانه ای سایه خدا ای شاه آسمان. عیسی مسیح فقط میخوام در انتها چیزی رو که باید میگفتم، تا حالا در نقطه واقع شدید که وقتی یک حیوان درنده، مار، یک چیزی که باعث ترس شما میشه، با سرعت با ماشین داری میری، با ماشین داری میری، یه ماشین با سرعت فوق العاده زیاد به سمت شما میاد، در یه نقطه‌ای که ترس وجودتو میگیره بدنت قفل میشه. یعنی توی این شرایط به شکل‌های مختلف شاید واقع شدین که یه جایی انقدر میترسی که عکس العمل نمیتونی نشون بدی، قفل میشه بدنت، فکرت، همه کارات. دنیا امروز اونجاست، هیچکی نمیبینه چه اتفاقی داره میافته، هیچکی نمیفهمه چیه. اسرائیل رو دارن به دادگاه میبرن، میگن بر ضد جنایت بشری دارن محاکمش. اصلا هیچکی نمیفهمه چی کار داره میکنه، نمیبینن ترس از مرگ و ترس چجوری داره دنیا رو میخواد خاموش بکنه. و من ازتون این خواهش رو دارم، تنها چیزی که میتونه به ترس غلبه کنه متضادش شجاعته. شجاعت در قهرمانهای افکار خودمون یا در روح القدس خداوند، انتخابش اینجاست. ما میخوایم شجاع باشیم در خداوند و با شجاعت روح القدس، نه شجاعت انسانی و احمقانه، پیروز و غلبه بشیم بر این جنگ. به نام پرجلال عیسی مسیح، در نام عیسی مسیح، در نام عیسی Baby.
هللویا. شکر و جلال نام قدوس عیسی مسیح، شکر و جلال بر نام عظیم عیسی مسیح خداوند زنده، خدای امید ما. چون فرزند عیسی مسیح هستم، چون فرزند این کلیسا هستم، با افتخار در قوت مسیح خداوند اعلام میکنم یهوه خدای ما، تو شاه مایی، تو خداوند مایی، تو قوت مایی. شکر میکنیم نام قدوس تو عیسی مسیح رو که خداوند مایی، سرور مایی، شاه مایی. شکر، شکر و جلال نام قدوس عیسی مسیح. شکر که تا این لحظه در کنار ما بودید، در این پرستش ما رو همراهی کردید. شکر واسه وجود همتون. و میخوام در اتحاد ایمان اعلام کنیم خداوند، کلیسای فیلادلفیای ایلام را، ای خداوند تو ما رو برکت بده، خداوند تو را برکت دهد و محافظت کند، خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید، خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی ببخشد. در نام قدوس عیسی مسیح هفته پر از قوت، پر از اتفاقهای خوب داشته باشید. در نام قدوس عیسی مسیح در حفاظت خداوندمون عیسی مسیح باشید. شکر واسه وجود تک تکتون. ای فرزندان